احساسی شدن بازار و جلسه بانک مرکزی اروپا. با عرض سلام و روز بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز پنجشنبه 22 آپریل 2021 باید بدانید. در میان عدم داده‌های مهم اقتصادی، ارزها بیشتر با تأثیر از بازار سهام و احساسات بازار حرکت کردند. دلار در آخرین ساعات جلسه معاملاتی روز گذشته تحت فشار فروش قرار گرفت. جفت‌های اصلی در حال سفر بین سود و زیان بودند تا روز را در سطوح باز شده به پایان ببرند. جفت ارز یورو یو اس دی برای مدت کوتاهی از سطح 1.20 کاهش یافت، اما روز را بدون تغییر در حدود 1.20.30 به پایان رساند و همچنان بالاتر معامله می شود. جی بی پی یو اس دی نیز رفتار مشابهی داشت و قبل از اصلاح به پایین ترین سطح هفتگی صعود کرد. دلار کانادا پس از آنکه بانک مرکزی کانادا تصمیم گرفت نرخ کلیدی خود را بدون تغییر در 0.25% ثابت بگذارد، افزایش یافت، در حالی که خریدهای خالص هفتگی اوراق قرضه دولت کانادا به هدف 3 میلیارد دلار کانادا از 4 میلیارد دلار کاهش داد. در بیانیه سیاست‌گذاری بانک نیز اشاره شده است که تعدیل مقدار محرک‌های کمکی نشان دهنده پیشرفت ایجاد شده در بهبود اقتصادی است. یو اس دی کد پس از پایین آمدن تا سطح 1.2459 دقیقاً زیر 1.2520 مستقر شده است. آوسی همراه با وال استریت بهبود یافت و UD/USD در معاملات امروز بازارهای آسیایی به حدود 0.7760 رشد کرد. قیمت طلا به سمت 1800 دلار در هر اونس افزایش یافت و روز را در 1794 دلار به پایان رساند. از طرف دیگر قیمت نفت خام روند نزولی خود را ادامه داد و به زیر 61 دلار در هر بشکه رسیده است. تمرکز اصلی امروز اما بر روی رویداد هفته جلسه سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اروپا است. در ساعت معاملات بازارهای امریکا نیز اداهای اولیه بیکاری و شاخص فروش خانه‌های موجود مهمترین داده‌های اقتصادی روز می‌باشند. با تشکر از توجه شما عزیزان به این بخش خبری، از شما دعوت می‌کنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را با آدرس @پرسکیلز نیوز دنبال بفرمایید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.